با دردها و بیماری‌های خود خداحافظی کنید. سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از کودکی تا کهنسالی همراه شما است. ارسال به تمام نقاط دنیا. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا ذکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-50-44. میترا هلت. www.mitrahealth.com. هر کجا هستید آرامش را به زندگی دعوت کنید. جوانی و زیبایی حق شماست. من دکتر میترا ذکریایی برای رسیدن به یک زندگی شاد، آرام و سالم همراهتان خواهم بود. با درودی به زیبایی عشق و با سپاس از اینکه یک بار دیگه با روحیه مثبت و فکر زیباتون و لبخند قشنگتون دارین به برنامه من رونق و صفا میدید، من دکتر میترا ذکریایی هستم و امروز ساعت 10 صبح پنجشنبه به وقت کالیفرنیا این برنامه رو دارید به طور زنده میبینید تو تلویزیون TIN. درست گفتم، بزرگم این روبروی من نوشته TIN، باز اشتباه گفته بودم یه بار. به هر حال اگر زمان دیگری این برنامه رو میبینید باز پخشه و لطف کنید با شماره 415-450-5044 تماس بگیرید. از اینکه زنگ میزنید از سراسر دنیا ممنونم. روی تلگرام یا واتساپ یا هر چیز دیگه پیغام میدید متشکر. از ایمیلاتونم ولی میدونید من جواب ایمیل و تکس رو، جوابها رو میارم تو تلویزیون و جواب سوالاتون البته تو تلویزیون میدم، مگر اینکه سوال خصوصی باشه، مربوط به خودتون باشه، کانسالت بخواییم بکنین که با خودتون صحبت میکنم. و در ضمن لطف کنید وقتی که زنگ میزنید من رو خط هستم، یا مثلا الان اگر زنگ بزنید میره روی مسیج، لطف کنید شماره تلفنتون رو کامل بذارید. اگر از استرالیا زنگ میزنید کد کشور و شهرتون هم لطف کنید بذارید، چون نمیتونم والا شرمندتون میشم. به هر حال خواستم یه مقداری صحبت کنم درباره چیزایی که داریم چون سوال زیاد بود. قبل از همه راجع به دستگاه آب صحبت میکنم، دستگاهی که یه خود بهتر ببینیم. حالا من اگه تکونش بد تکونش نهده باشم، به هر حال دستگاهی که در ژاپن مدال مدیکال دیوایسی داره و همیشه توی فقط، یعنی فقط توی بیمارستان ها بوده و کلینیک ها و بعد به خونه ها رایافته، الان من و شما میتونیم بخریم و ازش استفاده کنیم. ببینید وقتی که من میگم آب الکالاین یا آب قلیایی، این دستگاه فقط آب رو قلیایی نمی کنه، البته تصفیه هم میکنه، ولی منظور من آب قلیایی نیست، با خیلی چیزا میشه آب رو قلیایی کرد. این دستگاه علاوه بر این که آب رو قلیایی میکنه، آنتی اکسیدانت بدن رو تمیز میکنه، کلاسترهای ریز داره، خب یونیزه شده است، فقط آب قلیایی نیست، اون قسمت رو فقط نگیرید خواهش میکنم. ببینید الان توی دنیا یکی از ناراحتی‌های بزرگی که انسان‌ها ازش رنج میبرن، فوق‌العاده خطرناکه، سرطان روده بزرگ یا کولون کانسره. خب و میدونید هر ساله سالهای انسانهای زیادی جان خودشون رو این مسئله از دست میدن، ولی خب البته مثل هر چیزی، هر ناراحتی و بیماری دیگری اگر زود شناخته بشه میتونن درمانش کنن. ولی جناب آقای پروفسور دانشمند بزرگی به نام دکتر شنیا، بسیار بسیار این دانشمند و هزاران اصلا جراحی کلون کردن در دنیا مشهورن، دکتر معمولی یا جراح معمولی نیستن ایشون. یه ویدیویی من از ایشون دارم نشون میدم، ببینید این چقدر اون قسمتی که نشون میده این روده بزرگ تمیز پاکه. ایشون توی این ویدیوشون صحبت میکنن راجع به این که کسانی رو که با سرطان کلون اومدن
و کلون پر از غده بوده، پر از ناجل‌های مشکوک بوده و ایشون رکمند کردن، خواستن از کسی، از اونها که شروع کنن به خوردن آب قلیایی و بعد از مدتی همون شخص رو جناب آقای دکتر رود بزرگشون رو فیلم برداری کردن و گذاشتن توی یوتیوب، هست میتونید ببینید که چطور این روده بزرگ تمیز شده، خوب شده، پاک شده و چقدر مؤثره. ببینید چقدر صاف و شفاف شده. خب و این فوق العاده کمک میکنه. من اینو فقط خواستم فکتی بیارم از یه دانشمند بزرگی تو دنیا که فقط من اینجا راجع به یه آب قلیایی معمولی صحبت نمیکنم، آب الکلین معمولی صحبت نمیکنم، فرق میکنه. دستگاه‌های آب قلیایی هم زیاده توی دنیا. من با اکثر کارخونه ها صحبت کردم، حرف زدم تا به اینجا رسیدم و این کارخونه رو کاملا قبولش دارم، کاملا قبولش دارم و چون جز به جزش رو زیر ذره بین رفتم، نگاه کردم، مدت‌های زیادی طول کشید و این فکت رو هم آوردم فقط به خاطر اینکه دوستای عزیز ببینن، برن اگه میخوان تحقیق کنن درباره دکتر شینیا. البته روانشناسای زیادی هم هستن که راجع به این مسئله 6000 تا جراح از دکترای معمولی خیلی بالاتر تحقیق کردن و در این مورد مقاله نوشتن. خب بنابراین با فکت میگم، با دلیل میام صحبت میکنم و باز هم اگر سوالی داشتید میتونید به وبسایت من تشریف ببرید، روی وبسایت من ببینید، شماره تلفنم هست، وبسایتم ازش استفاده کنید. دمو هست، یه یک ساعت دمو هست به زبان فارسی، به زبان انگلیسی. سوال داشتید با تلفن 415-450-5044 تماس بگیرید. من به یه خط جواب بدم اگر قطع نکرده باشم. درود بر شما، بفرمایید. الو. درود بر شما. شما. مرسی، خیلی ممنون. خوش شما. مرسی، تشکر. من با من یه سوال از شما دارم. اینا کسی که میره بره تو کاسکو اگر غرف کاسیوم میخری جذب بلد میشه یا خیر؟ چشم الان براتون راجب کلسی میدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. شبتون، روزتون بخیر. به هر حال خواهش میکنم، خدا نگهدار. من به این خطم جواب میدم، بعد جواب رو میدم. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم خانم دکتر، روز بخیر، خسته نباشید. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم خانم دکتر، میخواستم نام این دستگاه تغذیه رو لطف کنید. در سوال کردم ازتون فرصت نکردید جواب بدید. در امریکا با دستگاه تغذیه که با قهوه، بله اسمش هست رکتال، بله اوقات کنیم براتون میگم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. رکتال اسپانج، خب رکتال سرنج، هر دوتاش هست. سی وی اس داره، جعبه آبیه و خودش هم آبی رنگه. حدود 10 دلاره فکر میکنم. خب رکتال سرنج اسمش، میتونین تشریف ببرید و بسیار اتفاقا همین کار برای رود بزرگ ربط داشت. خیلی جالب بود شما هم زنگ زدید و کسایی هستن که به صورت مزمن یبوست دارن. اول چطور میشه؟ اول یکیش معده‌اش کار نمیکنه، رود بزرگش کار نمیکنه، تخلیه انجام نمیده، نگران میشه، خانم دکتر، آقای دکتر میشه طبق معمول که همه ما هستیم، تشریف میبره توی دراگ استور، فروشگاه معمولی، میره قسمت داروخانه‌اش، میبینه یه دارو هست برای این کار، میاره میخوره. دفعه بعد 6 ماه آینده میشه، دفعه بعد 3 ماه آینده میشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. چندین سال که میگذره بدن راغب میشه که خب میگه خب من چرا کار کنم، باید حتما این یه دارویی بخوره تا بعد عمل تخلیه انجام بشه. حالا هفته یک بار، هفته دو بار، دو هفته یک بار، به هر حال باید دارو بخوره والا بدن کار نمیکنه و این بسیار خطرناکه. شما فکر کنید غذاهایی که میخورید خب همه که جذب نمیشه، مونده و غذاهایی که باید از
بدن بیرون بره، نمیره، سم میشه، برمیگرده تو خون و بیماری ها رو به وجود میاره. اکثر بیماری های ما از همینجا شروع میشه. خب و خیلیامون خودمون مقصریم. چرا؟ چون راحت ترین کار رو مثل همیشه انتخاب میکنیم، یه چیزی میخوریم کارشو بکنیم. مثل خیلی ها هستن که چاقن، میگن ای بابا امروز این برنامه اومده این کارو میکنیم، اینو میخوریم لاغر میشیم، اینو میخوریم لاغر میشیم. خب درست مثل این که یه کسی بیاد خونه ما هر روز صبح تمام کارهای خونه رو بکنه، ظرف بشوره، خرید کنه، سفره بندازه، جمع کنه، یخچال پر کنه، خونه رو تمیز کنه، گردگیری کنه، همه کارو بکنه. اگه این یه روز نیاد، دو روز نیاد، سه روز نیاد، مگه ما این کارها رو میکنیم؟ اینکه هیچ کار خونه مسئولیتش به ما نبود. روده کوچیک و روده بزرگم همین، هیچ حرکت دودی انجام نمیدن. چرا؟ برای اینکه یکی دیگه میاد براشون انجام میده. و این بسیار خطرناکه خانم ها و آقایون. با خواهش میکنم سر خود، هیچ چیزی که باعث بشه بدن شما تخلیه انجام بده به طور مصنوعی به صورت دارو، خواهش میکنم انجام ندید. بهترین کار، ساده ترین کار، البته میوه و سبزی خام خوردن بهترینشه، از راه غذایی غذای سالم خوردن بهترینشه، و الا میتونید از همین کار انما بکنید. انما حتی آدمای سالم هم یکی دوبار در سال بکنن بسیار براشون سالمه، بدنشون روده بزرگشون سالم میمونه، هیچ چیز اشکالی نداره. قهوه با اینکه خوردنش درست نیست، انما کردنش خیلی هم خوبه. راجب کلسیوم گفته بودید. ببینید کلسیوم، قبل از هر چیزی بگم، کلسیومی که من دارم البته میدونید که خوبه، عالیه، هم قبولش دارن، کسایی هم که دارن میخورن راضی هستن، دردهاشون کمتر شده، جلوی پیشرفت پوکی استخوان رو گرفته. ولی فرمول جدیدی من دادم به کارخونه درست کنه و این حدود 8 ماه بود داشتن روی این فرمول کار میکردن و فوق العاده بهتر از اینیه که من دارم. البته بعد از 8 ماه تونستن اینو به درستش بکنن. حالا یه 6-7 هفته ای هم طول میکشه تا آماده بشه دیگه. فکر کنم نوامبر ما میتونیم اینو به سلامتی داشته باشیم. من بیارمش اینجا به شما معرفی کنم. این کلسیوم. ببینید املاح در کل، املاح بدن ما، ساختار بدن ما، دیواره بدن ما، ساختارمون از املاح درست شده. یعنی ببینید اگر کسی فوت میکنه آتیشش میزنن، خاکستری که میمونه اون املاحیه که ما ازش درست شدیم، خاکستر. خب میگن ashes to ashes، ما از اون درست شدیم که میتونیم به طبیعت بدیمش. خب این املاح رو بدن ما نمیسازه، ویتامینا رو خیلی هاشو میسازه ولی املاح نمیسازه. املاح رو از آب و خاک میگیره که الان آب و خاک هم که میدونید که هر دوتاشون توش دستکاری شده و خرابکاری شده و خاک خاکی نیستش که باید باشه و اون نوتریشن رو و مواد غذایی رو که ما لازم داریم بگیریم از خاک بگیریم، یعنی از خاک بره تو گیاه ما بگیریم. به هر حال کلسیوم مثل هر املاح دیگری بسیار سخت جذبش. جذب کلسیوم مهمه که ما بخوریم و هممون احتیاج داریم. ببینید چقدر آدم تو دنیا داره کلسیوم میخوره و نگاه کنید چقدر انسان داره. هستن انسان هایی هستن که پوکی استخوان میگیرن و دارن پوکی استخوان، خیلی ها هستن نه؟ بنابراین کلسیوم جذبش فوق العاده مهمه. مهم نیست که 3000 میلی گرم میخورین، 100 میلی گرم هم بخورین درستشو بخورین، 50 میلی گرم بخورین درستشو بخورین و اون 50 میلی گرم 45 میلی گرم جذب بشه به بدنتون، بسیار عالیه. ولی کلسیوم اینطوری نمیخوریم. کلسیوم گچه دیگه نه؟ ما به صورت قرص میخوریم، به صورت کپسول میخوریم، به صورت فرمولی میخوریم که بدن ما جذب نمیکنه. میخوریمش، حل میشه، دو مرتبه میشینه مثلا تو کبد، تو کلیم. بعد اونجایی که میشینه بستگی داره به هر بدنی فرق میکنه، جمع میشه، ریز 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 انباشته میشه، میشه یه سنگ، میشه یه قده، کنار قلب در میاد، کنار سینه در میاد، توی مغز میشه، لا وسط
مفاصل بدن انگشتامون میشه، مفاصلمون میشه دیگه، اونجا رو دیگه به اونجا رسید کسی نمیتونه کاری برامون بکنه. به این دلیله که باید خیلی مواظب باشیم چه کلسیومی میخوریم. همیشه من تقریبا تو هر تلویزیونی که هستم، تو هر برنامه هستم، حداقل یه بار اینو من در هفته میگم که کلسیوم باید چی باشه. آفرین دیگه، همه شما هم حفظ شدی. کلسیوم باید اول لیکوید باشه، بعد مگنزیوم توش بیشتر از کلسیوم باشه، دیتیری رو به اون اندازه‌ای که باید بدنمون جذب کنه نمیتونن بذارن توی کلسیوم، اونو باید به صورت قطره روغنی بهش اضافه بکنیم. در زم K2، ویتامین K2 رو با اون مخمری تخمیر سبزیجاتی که براتون میفرستم با خودتون زحمت بکشین درست کنید، که هم خیلی هم ساده است. بعضیا میگن بابا من درست کردم کپک زد. خب اشتباه درست کردین، طبق اون دستور درست نکردید، به اندازه کافی سبزیجات رو فشار ندادید، هوا توش بود کپک زد طبیعیه. با اون که کیتوی فراوون طبیعی میگیرید ازش، که ما استفادهش خیلی زیاده، یکیش کیتوه که میدید، تازه کلسیوم جذب میشه، ولی کلسیوم جذب نمیشه هر چقدر هم بخورید، ضرر میزنه که استفاده نداره براتون. به هر حال چیزای دیگه ای رو دربارش صحبت کنم راجب این محصوله که مایت ها، دمودکس مایت، مایت ها جانوران بسیار بسیار ریزی هستن که زیر پوست ما زندگی می کنن، زیر موهای دست هستن، صورت هستن و سرمون هستن، و اینها از جاشون میان بیرون، احتیاج به غذا که دارن البته، میان بیرون و شروع میکنن به مواد غذایی مو رو خوردن، ویتامین مو رو خوردن، مینرال مو رو خوردن. اون وقت موی ما به اون اندازه نمیتونه رشد بکنه، بنابراین شروع میکنه به نازک شدن، شروع میکنه به ریختن، و هر چقدر ما کلسیوم خوب میخوریم و بالعکس این دوست و مهمان ناخوانده ما پشت سر منه، هر چقدر هم کلسیوم خوب میخوریم، مینرال خوب میخوریم، دیتری میخوریم، سیلیکا میخوریم، هورستل میخوریم، هر چیزی که فکر کنید، روغنای خوب میزنیم، روغن برنج رو حتی میگیریم میخوریم و به سرمون میزنیم، کار نمیکنه که هیچ قوی تر هم میشه. و تنها راهی که اینو از بین ببریم مایت ها رو، همین محصولاتی که جناب آقای بهفهانی درست کردن و خوشبختانه نچرال گیاهیه و صدمه به پوست ما نمیزنه. دکترها و دانشمندای بزرگ فارماسوتیکال یعنی رفتن که از طریق شیمیایی درست کنن، درست کردن، ولی اون اول پوست ما رو از بین برد. چیز جالبی، مسئله مهمی که جناب آقای بهفهانی اشاره کردن که حتما من باید بگم از این به بعد، اینه که اینها فقط برای موی سر نیستن. کسانی که جوش داره صورتشون، اکنی داره صورتشون، خارش داره بدنشون یا صورتشون، روزیشیا داره صورتشون، اونها فوق‌العاده این محصولات روش کار میکنه. من خودم دارم ازش استفاده میکنم، احتیاج نیست که من حتما موی سرم، به هر حال هممون این جانورانو داریم، تعداد زیاد بشه مو میریزه، خب تعداد زیاد بشه خارش و جوش و قرمزی صورت و اینا هست، ولی این برای پریونت هم هست، یعنی جلوی پیشرفت اونا رو میگیره که به اونجا برسن. حالا هممون داریم، جلوی اینو میگیره که بعدها موی من بخواد بریزه، پریونت میکنه، جلوگیری میکنه. به هر حال باز هم اگر سوالی در این مورد داشتید میتونید با شماره 415-450-5044 تماس بگیرید. قبل از همه من راجب اوکان صحبت کنم. اوکان اصاره زرچوب است. این وقتی من راجب هر چیزی توضیح میدم، من خودم حالت اینطوری هم، اون قسمت هایی که میخوام بشنوم و دوست دارم میشنوم، بقیه رو توجه نمی کنم.
لطف کنید همه را توجه کنید. اوکان اولا در زمینی کاشته شده که به هیچ وجه هیچ وقت مواد شیمیایی بهش داده نشده. این مهمترین و بهترین چیزیه که این داره و جای دیگه نمیتونم من پیدا کنم. بعد با آب قلیایی بهش میدن، بهش آبیاریش میکنن. ریشه رو که از خاک بیرون آوردن باز با آب قلیایی فانگس ها قارچاشو از بین میبرن. در روغن زیتون خام میخوابوننش با چند ویتامین و مینرال و روغن خوب مثل فلکسید اویل و اینا و فولیک اسید همراه اونا کپسولی درست میکنن. به این دلیله که علاوه بر اینکه تمام خاصیت های خود زردچوبه رو داره، یکی از بزرگترین کارهایی که میکنه درد رو آروم میکنه، جلوی ورم بدن رو میگیره. بدن که ورم میکنه یعنی درد داره، خب جلوی اینفلاماتوری رو میگیره. خب سرطان یکی از اینفلاماتوری های بزرگه، جلوی سرطان رو میگیره. جلوی دوست خوبی برای کبد ما هست، دوست خوبی برای روده هامون هست. خب بنابراین بسیار بسیار حتی تمام کسایی هم که گرفتن فوق العاده راضی هستن از جمله خود من. و بازم سوال بیشتری داشتین لطف کنید با من تماس بگیرید. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر، خیلی ممنون از برنامه‌های خیلی آموزنده و خوبتون. خواهش می‌کنم کلسیم بهتر جذب میشه. بعدم راسته که میگن کلسیم با منیزیم باید خودتا جذب بشه. من همین الان توضیح دادم کاملا کلسیم چیه، نوع کلسیم. ببینید براتون گفت، الان گوش کنید یه باری دیگه سریع میگم، خواهش میکنم. ببینید کلسیم، کلسیم سیتری، کلسیم باید لیکوید باشه. مگنزیوم توش بیشتر از، یا منیزیوم به فارسی ما میگیم منیزیوم، ولی با منگنز قاطی نکنید. خب منگنز با منیزیوم یا مگنزیوم فرق میکنه. باید مگنزیومش بالاتر از کلسیوم باشه. این خیلی مهمه که اینو به صورت لیکوید در بدن نگه داره. دیتی رو بهش اضافه کنید، کی2 باید داشته باشه که این به صورت توی بدن جذب بشه، ولی جذب نمیشه. این حالت کلسیومش بود. کرم لسینه که معرف حضورتون هست از کرم خاویار، جلوی چین و شروع، جلوی شل شدن پوست رو میگیره. و اگر این کرم بتونه منو مثل 4 سال پیشم، یعنی از الان تا 4 سال دیگه منو به همین شکل نگه داره، یعنی کار درستی انجام داده. که خیلی ها زنگ میزنن میگن که این ما 4 سال داریم اینو میزنیم و تغییر نکردیم، بس یعنی خوبه نه؟ من نمیخوام اینو بزنم بشه 20 سالم. خب ولیکن اگر که 4 سال 5 سال دیگه هم چروک جدیدی نباشه، صورت من شلو افتاده نشه، بسیار بسیار کار خوبی کرده که میکنه. لسین کمک میکنه، کرم شبش هست، رتینه ای داره، لک و لوک صورت رو از بین میبره. البته به چشم و دوره لب نباید بزنیم کرم شب و روزش هست، پر ویتامین مرطوب کننده، بسیار بسیار خوبیه. باز هم اگر سوالی در این مورد بود با شماره تلفن 415-450-5044 تماس بگیرید. خب سوال بعدی راجع به زونا بود یا شینگن. خیلی سوال کرده بودن و گفتن چی هست. یه خیلی کم در این مورد صحبت میکنم. زونا به فارسی یا شینگل، ببینید ما هممون بچه بودیم آب مرغون گرفتیم به نوعی، درسته یا یادمون هست یا یادمون نیست، یا سنمون بالاتر بوده که دیگه یادمون بوده. آب مرغون ویروسه، ویروس در بدن از بین نمیره. وقتی که خوب شدیم این ویروس ها میخوابن. خب کجا میخوابن؟ رو رگهای عصبی ما میخوابن. بلا هستن، شیطونن. و بعدها در سنهای بالاتر اگر درامای مسئله خیلی بدی تو زندگیمون به وجود بیاد، یا بیماری بدی یا نزدیکانمون یه بیماری بد یا ناراحتی بد بگیرن، به هر حال یه شوک بزرگ بد وقتی که به ما وارد بشه و فوق‌العاده عصبی بشیم، اینا از خواب پا میشن. و خب وقتی که من
حالم بده، از نظر عصبی خیلی خیلی وضعم خرابه، مسئله مثلا طلاق بزرگی باشه، مسئله از دست دادن عزیزانی خدایی نکرده باشه، بیماری سختی باشه، یا یکی از نزدیکان بیماری بگیره، به هر حال سیستم دفاعی بدن من میاد پایین. وقتی که سیستم دفاعی بدن میاد پایین، ویروس ها میتونن شروع به فعالیت بکنن. همه ویروس ها، همه ناراحتی ها میاد بیرون. اونا اون موقع است و الا بدن من خودش میتونه جنگ کنه. اون موقع که بیدار بشن دیگه آبل مرغون نیست، دیگه فقط اون جیشا نیست، چون روی رگ‌های عصبی هستن بی نهایت درد داره، بی نهایت میخاره، یعنی خارشیه که نمیتونه شخص خودشو کنترل کنه. بعد اینا اول جوشای قرمز میشن، از پشت و زیر سینه شروع میشه، بعد خارش بسیار زیبایی زیادی همچنین زیبا نیست و دونه های ریز قرمز میشه، بعد اینا آبکی میشه، چرکی میشه دیگه. اوائلش آدم فکر میکنه سرما خورده یا حالت سرما خوردگی داره، یه تب خفیف داره، میره دکتر، به هر حال آنتیبیوتیک میگیره، که البته الان هم حتی واسه سونا هم اول آنتیبیوتیک میدن، ولی چیزایی که میتونه بهتون کمک بکنه یک که این خارش رو کمتر بکنه، خب این دورانش رو باید بگذرونه، بتونید بهتر تحملش کنید، رفتن توی آب، یعنی توی وان، که توی وان میتونید حالا اپسون سالت بریزید، میتونید اوت بریزید، اینا رو میتونید بریزین توی آب باشید، و وقتی که از حمام یا دوش یا چه میدونم وان هم اومدی بیرون، بهتره که با حول خودتون رو خشک نکنین، چون اینطوری رابش نکنین اصلا، بتونید با پیپر تاولای بزرگ فقط پد بکنید، اینطوری بهتره، چون حوله بکشید دیگه بدتر میشه، دردش بدتر میشه. آب فراوون باید بخورید، لیکوید فراوون باید بخورید، تا میتونید باید لیکوید بخورید، چای گیاهی بخورید، چیزایی که بدنتون رو، سیستم دفاعی بدنتون رو میبره بالا. یکی از مهمترینشون همین اوکانه، سیستم دفاعیتون رو میبره بالا. نیچر نکتره میبره بالا. آلیو لیف، برگ زیتونه به صورت قطره استفاده کنید، میبره بالا و میکروب ها رو میکشه، ویروس ها رو هم میکشه. خب اینا هست. بعد تمیزی داخل بدنتون هست، الوورا هست، روش رو میتونید الوورا با عسل خام بزنید، میتونید روغن زیتون با عسل خام یا روغن نارگیل حتی بهتر از اونه با عسل خام بذارید، بعد بشورید. به هر حال اینا چیزاییه که میتونه بهتون کمک فراوانی بکنه. حالا اگر بازم سوالی داشتید میتونید با شماره تلفن 415-450-5044 تماس بگیرید. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما جانم. بخیر. یه وقتی مزاید بزنم بخواستم بخواید در رابطه با تلویزیون و رابطه با کبد چند بود. یه بار دیگه بلندتر بگید، من این صدا رو نمیدونم چطور بلند کنم، ولی آه بله دیدم. رابطه با تلویزیون و رابطه با کبد چند. آه ترایگلی سریت گفتید. بله. خیلی ممنون. خواهش میکنم. تمنون. ببینید کبد چرب سالهای قبل، یه تو همین برنامه من براتون گفتم، سالهای قبل کبد چرب رو اکثرا آقایونی داشتن که مشروب خیلی زیاد میخوردن. خب بعد کم کم مثل تمام بیماری های دیگه این حالتش دیگه برگشت. الان کسایی که اصلا مشروب نخوردن به عمرشون، سیگارم نکشیدن و در ضمن همیشه آدمایی که وزنشون زیاد بود اینو میگرفتن، الان آدمای لاغر هم دارن میگیرن. خب بله تریگلیسیرید که از حدش که بره بالا نه تنها ناراحتی کبد چرب، یعنی کبد رو چرب میکنه، ناراحتی های دیگه هم میاره براتون که خطرناک، خیلی خطرناکتر از کبد چرب معمولیه. خب پس بنابراین اونو باید خب خودتون اگه بخواین بحث جداگانه اونو باید بیارین پایین، و اولین کاری که باید بکنین تمام مواد نشاسته‌ای رو بذارید کنار. یعنی اگر من تریگلیسیرید
بدنم بالاست، بلا فاصله تمام مواد نشاسته‌ای کربوهیدرات رو باید ترک بکنم. اول کارهای دیگه باید بکنم، ولی این حداقل اول باید کرد. ولی با پایین آوردن تریگلیسیرید بدن چرب ما، کبد چرب ما درست نمیشه. کبد چرب ما باید در باید خود کبد هم تمیز بشه علاوه بر این. خب به کبد همه ما باید تمیز بشه، هر کسی باید بده کاره، وظیفه داره. این کبد بزرگترین عضو و متفکرترین عضو بدن ماست. تمام کارا رو کبد میکنه، تمام دستورات رو کبد میده، تمام تصویه رو کبد میکنه و انقدر عاقله میدونه که چه چیزایی برامون خوبه، چه چیزایی برامون بده. خیلی شعورش بالاست. خب باید بهش برسی، باید تمیزش کنیم، باید تمیز نگرمون داریم. ما ماشینمونو میبریم میشوریم، ماشینمونو میبریم نشون میدیم کارش عقب و جلو، اگر یه چیزی بندی چیزی داره پاره میشه درست کنه. ماشینمونو روغنشو عوض میکنیم. بدنمون که بیشتر مهمتره، که اون داره باید تمام عمرمون باید ما رو به این طرف اون طرف ببره. تمیز بکنید. تمیز کردن داخل بدنمون با شستن سرمون و تنمون تمیز نمیشه. با فقط هر روز جوس رو خوردن، غذای فقط سالم خوردن تمیز نمیشه. اونا خوبه، وظیفه‌مونه. هیچ کار مهمی کسی نمیکنه که میگه من غذای خوب میخورم، وظیفته. من میوه سبزی میخورم، وظیفته. باید بکنی. اگر که من غذای خوب میخورم و سالم زندگی میکنم، ورزش میکنم، آب قلیایی میخورم، هنر نکردم. باید به بدنم این چیزا رو بدم، ولی در عین حال هم باید تمیز کنم بدنم. تمیزی داخل بدن هر قسمت با قسمت دیگه فرق میکنه. در مورد کبد که گفتم، این دوست نازنین گفتن الان انقدر کبد چرب زیاده، باور کنید من هر روز یکی دو تا حداقل هر روز دارم میگیرم که خانمای جوان، آقایون جوان، و همشون هم مشروبی نیستن و چاق نیستن، کبد چرب دارن، در معرض کبد چرب هستن، کبدشون ناراحتی پیدا کرده، کبدشون بزرگ شده، کبدشون درد میکنه، این ناراحتی رو دارن. بابا اولین قدمش تمیز نگه داشتنه، مثل هر چیز دیگه، مثل هر چیز دیگه که تو دنیا وجود داره. تمیزی اولینشه. بله تمیز کنید بدنتون رو، دلیل بر نمیشه که کبدتون تمیز شد کلیه تمیز بشه. کلیه رو جدا باید تمیز کنید. تمیز کردن کلیه رو دیگه به سالی یک بار نرکشونید. تمیز کردن کلیه احتیاج به هیچ چیزی نداره که شما اونو بخورید، نه، یه فرمول داره، اونو باید فقط انجام بدید، یه روز است کلیه‌تون تمیز میشه. اینو همه میتونن انجام بدن، هیچ خرجی هم براتون نداره. یه دستوریه باید شما عمل بکنید. اونو ماهی یه دفعه بکنید، هیچ وقت ناراحتی کلیه نمیگیرید، سنگ کلیه نمیگیرید، درد کلیه نمیگیرید، هر چیزی که فکر کنید. ما به بدنمون این بدهکاری رو داریم. بله تریگلیسیرید فوق‌العاده خطرناکه. همراه کسی که تریگلیسیریدش بالاست، اکثرا کلسترول بدش هم بالاست. کسی که کلسترول بدش بالاست، اکثرا، استثناء همیشه هست، اکثرا کلسترول خوبش هم پایینه. و اتفاقا بدونید اگر من کلسترول خوبم خیلی بالا باشه و کلسترول بدم هم بالا باشه، کلسترول خوب خیلی میتونه به کلسترول بد کمک کنه. خب که اصلا ضرری کلسترول بد به بدنم نرسونه و اصلا احتیاج نداشته باشم که قرص بخورم. کلسترول خوبم در بدن با ورزش کردن، با البته ارثیه، بالا بردن کلسترول خوب فوق العاده سخته. ورزش بهش کمک میکنه، کیل کمک میکنه. شما اگه کیل رو نگیرید، خیلی سخت جویدنش، بگیرید آبش رو نگیرید، بلندش بکنید. تنها هم نه، آره یه سیبی هویجی چیزی هم توش بندازید، چغندری، کرفسی، اینو بخورید، هر روز بخورید. این تا 6 هفته فکر میکنم 27% کلسترول خوبتون رو میبره بالا. کیل هم میتونید سرتیفاید ارگانیک بگیرید، خیلی مهمه. سوال بعدی راجب تبخال بود، که اتفاقا تبخال هم مثل زونا خیلی به هم ربط
دارن یه جورایی، هر دوتاشون هم ویروس هستن و هر دوتاشون هم خطرناکن و وقتی که بیاد تو بدنمون بیرون نمیره. البته زونا یا شینگل کانتیجس نیست، یعنی مصری نیست، آبل مرغون مصریه ولی شینگل مصری نیست. شینگلو اطراف کسی که شینگل داره، اطراف نوزاد یا خانم حامله نره، بهتره که نره، ولی کن نه اینجا باشه همه ما نشسته باشیم کسی نمیگیره، خودشو ضرر میزنه. ولی تبخالو چرا؟ تبخالو حتما، تبخال یا هرپیس مصریه، شدیدرم مصریه. خواهش میکنم مخصوصا اگر میبینید کسی لبش تبخال داره، به هیچ وجه نذارید بهتون نزدیک بشه، چون ویروسشو گرفتین تموم شد، شما رو ببوسه تموم شد، این میره تو بدنتون. البته هرپیسی رو که میگم به این سادگی تبخال نیست که رو لب باشه، اگه اینطوری باشه تبخال یا هرپیس خیلی هم راحته میبینن، ولی میتونه تمام جای بدن بذاره. من جوانهای خیلی زیادی رو میبینم که هرپیس دارن، کسی که هرپیس داره اگر نزدیکی کنه با هر کسی بهش میده، چه هرپیسش فعال باشه چه نهان باشه، اونو بهش میده، مطمئن باشید هیچ استثنایی هم نداره. به خاطر همینه که این همه جوانهای ما خیلی ها این بیماری رو گرفتن. و هرپیس هم همونطوریه، روی قسمت های بدنتون میزنه، جوشای ریزه، آبکیه، دردناکه. وقتی که درمانش بکنید، البته اکثرا پماد میدن یا قرصایی میدن بهتون که بخورید، وقتی که رفت، نه اینکه از بدنتون رفت، قرص میدن بخورین بهتون یا پمادی میدن آروم میشه، میره تو بدنتون، دو مرتبه میخوابه. بدنتون که ضعیف شد، دو مرتبه یا عصبی شدین یا هر چیز دیگه، دو مرتبه میاد بیرون. بازم برای این تمیزی بدن رویال جلی یا نیچر نکتر فوق العاده کمک میکنه، همینطور برگ زیتون. این دوتا بهتون خیلی، البته برگ زیتون رو نگفتم، از تو خیابون بچینید و چایی درست کنید بخورید، نه به صورت قطره سرتیفاید ارگانیک بگیرید. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام، درود بر شما جانم، بفرمایید. خیلی ممنون. میخواستم راجع به خونریزی معده که یکی از دوستان ما دارن، فامیلای مثلا اونا ناراحت هستن از شما نظر بگیرم. این دوست شما، این دوست مگر استر مشکل دارن و ببخشید بقیه حرفتون رو داشتم حرف میزدم، متوجه نشدم چی گفتین. جان خونریزی معده دارن. خب دیگه فقط خونریزی معده خیلی اذیتش میکنن، به نظر شما چی باید کرد؟ خوردم تاثیر زیاد نکرده و الان هم قرص دکتر میخورم، خواستم نظر شما رو بگیرم که چطور. بله، این دوست شما آیا اچ پایلوری هم داره؟ هلیکوباکتر داره؟ نمیدونم، شاید نمیدونید. بله، چند وقته که معده‌اش خونریزی میکنه؟ دو سه ساله که خونریزی میکنه. خب قبل از اینم حتما یه دو سه سالی معده‌اش درد میکرد و نفخ میکرد و اینا، نه؟ نمیدونم. بله بله، براتون الان میگم. چشم. درود بر شما، بفرمایید. الو، درود خدمت شما و همه همکارات. من فکرم رو خط اومدم، دو ساعت توضیح دادم و دیدم من کسی دیگه صحبت میکنی. راستش خانم دکتر، من 46 سالمه، بعد خیلی خستم. مثلا چندین سال قبل که حالا استرس هم کمتر بود، این اتفاق برام نیفتاده بود، اما الان تقریبا 5-6 سالی بعد از فوت مادرم و یه سری مشکلات خانوادگی اینجور چیزا، من که فکر میکنم به مسائل خیلی سیاسی و کشتاری که تو کشورمون میشه، مرتب من ضعف عمومی بدن دارم. بعد آزمایشی هم که دادم تقریبا یک ماه و نیم اخیر، گفتش که شما شروع کردیم به اینکه کمکاری تیروید. زیر چشم من خیلی گود رفته و چشمام قرمز میشه و میخوابم، استراحت میکنم، دوباره بلند میشم، احساس میکنم که نیاز هستم دوباره برم استراحت کنم و برام خیلی خسته کننده، چون خودم معلمم،
خب این خیلی برام سخته. بعد رو پا اصلا زیاد نمیتونم وایستم و نیاز هست من حتما حالا یا گوشت به سیخ بکشم استفاده کنم و یا اینکه شیرینی جات. فکر کردم شاید دیابت گرفتم ولی بعد دیدم نه، دیابت هم در کار نیست. ولی هر دکتر رو میرم و یا عطاری استفاده میکنم هیچ مؤثر نبوده متاسفانه. چشمام میسوزه و همش من میخوام، نیاز هست که اینکه چشمام مثلا به نور حساسه و بدنم اونقدر ضعیفه به یه سرماخوردگی، اونقدر من عطسه میکنم، اونقدر اذیت میشم که باید حتما مثلا در 4 تا من قرص سفالکسین بخورم تا اینکه بهبود پیدا کنم. یعنی با کوچکترین سرماخوردگی من عطسه سرفا بده شاید بینی به حساسیت هم خیلی بالاست و همیشه سر زانو مثلا تیر میکشه. بدنم کلا احساس میکنم هیچ انرژی ندارم، یکم کتاب میخونم، یک کار خونه میکنم، انگار من کور کندم. یعنی اینقدر برای من عجیب غریبه. میگم این 4-5 سال اخیر برام پیش اومده و خیلی هم فکر و خیال زیاد دارم، به خصوص این مشکلات سیاسی و اینکه مثلا کشتار مردم هم با این ظلمایی که کشور میشه. بله شما از ایران زنگ میزنید. من از وقتتون شدم و ممنون میشم که من تا الان 4-5 سال پیگیری کردم هیچ کسی نتونست پاسخگوی من باشه. شما از روی زیتون که میخورم خیلی برام موثره و ولی چربی چیزایی نه. وزنم بالاست، یعنی الان 160م، 73 کیلو. فکر میکنم باید کم کنم ولی ورزش هم میکنم، بسیار برام سخته، یعنی بدنم کلا خسته. مرسی از اینکه قطع نکنید و مشکل من انشالله که حل بشه. قطع نکنید لطفا، من سوال دارم، آیا شما دیپرسین؟ جانم دیپرشن دارین؟ بله بله. دارو دارید میخورید برای دیپرشنتون؟ دارو بهم دادم مثلا فلوکسیتین و یا مثلا داروهای از این هست ولی من کم مصرف میکنم، بیشتر سعی میکنم مثلا دارو زیاد سمتش نرم. جوشونده اینجور چیزا خب خیلی مصرف میکنم. البته جوشونده خب میدونید که چه جوشونده یه براتون خوبه، اون جوشونده خوبه ولی مینت خیلی خوب. صداتون نمیاد. شما از امریکا زنگ میزنید؟ نه من تهرانم. آه تهرانید، بله چشم. الان براتون آره. بله مرسی، ممنون. خواهش کردیم، خیلی ببینید خودتون حرفایی هم که زدین، البته تیروید کمکارتون بسیار داره کمک میکنه به این دیپرشنتون و بدترش میکنه، یعنی کمک منفی داره میکنه به دیپرشن و دیپرشن رو بیشتر میکنه. حتما امیدوارم که زیر دارو باشه و دارو رو بخورید برای تیرویدتون، حتما باید بخورید. قده فوق کلیتون رو قده فوق کلیه رو خیلی جالبه، کسی بهش توجه نمیکنه. این دوتا قده نصف انگوری که روی کلیامون هست و انقدر مهمه، تمام انرژیمون از اون میاد و اگر خسته باشیمون خوب کار نمیکنه. اگه خدایی نکرده عیبی پیدا کنه و اون رو ریمووش کنن ورش دارن، انسان میمیره. چون نمیتونن با تا الان نتونستن پیوندش بذارن، یعنی قده فوق کلیه دیگه ای رو بیارن بذارن و انسان واقعا میمیره. یعنی قلب رو جراحی میکنن برش میدارن یه قلب دیگه میذارن ولی اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن و همین دوتا حبه انگور کوچیک روی فوق کلیه‌مون ما رو از بین میبره. خیلی مهمه. بله شما البته دو تا جوشونده خوردن، جوشونده ها یا چای گیاهی به نوعی یا به قول ایرانی ها الان تو ایران میگن دم جوش، بدونید که چی میخورید چیز بدی نیست، بهتون فوق العاده کمک میکنه ولی ضعیفه، میدونید ولی ضعیفه. باید قوی ترشو بخورید یا شکل قوی ترشو بخورید. یکی از چیزایی که من همیشه میگم و میدم به کسایی که زیاد سرحال نیستن و خسته میشن همیشه و دیپرشن و هم دیپرس هستن، پارادایز نکتره که بسیار بسیار کمک میکنه و این تک گیاه، گیاه ادپتوژن، گیاهان ادپتوژن گیاهانی هستن که هم گیاهن هم ویتامینن هم امینو اسید و این گیاه فوق العاده به مغزمون کمک میکنه، همینطور به قده فوق کلیه کمک میکنه. به خاطر همین جلوی خستگی رو میگیره، تازه به منظم شدن تیروئیدم کمک میکنه. یعنی اگه تیروئیدمون پرکار باشه یا کمکار باشه
بهش کمک میکنه که متناسب بشه. فوق‌العاده خوبه. دوست عزیزم اگر میتونید من توضیح بیشتری میدم براتون، زنگ بزنید و شماره تلفن کشورتون رو و شهرتون رو بذارید لطفاً. و تلفن دستی اکثرا من الان چند تا مسیج دارم که تلفن خونه رو گذاشتید نازنینان، مخصوصا دیشب من هر چی زنگ میزنم کسی جواب نمیده، ولی تلفن دستی رو البته همیشه جواب نمیدن تو ایران. اکثر ماها تو ایران که هستیم از تلفن هامون برای تلفن زدن خودمون استفاده میکنیم. وقتی که خودمون احتیاج به تلفن نداریم تلفن خاموشه و جوابی به تلفن ها نمیدیم، اکثر ماها، نه هممون. به هر حال من فکر میکنم کم کم وقتم داره تموم میشه و باید ازتون خداحافظی بکنم. سپاسگزارم از اینکه یک ساعت کامل رو با من با لبخندتون این برنامه رو ادامه دادید. اگر سوالی هست، کانسالتی میخواد بکنید، با شماره تلفن 415-450-5044 تماس بگیرید. شما رو به دستای نازنین خداوند سپارم. براتون هفته بسیار بسیار خوبی آرزومندم و هفته پر از خنده، پر از شادی، پر از اینکه تمام خونتون پر از صدای خنده بلند باشه، به گوش شما خنده های نازنیناتون برسه. به هر حال تا هفته آینده خدا نگهدار. Say goodbye to your pain. Find your health and happiness in Dr. Mitra's 100% certified organic products. Dr. Mitra's products reduce the risk of multiple illnesses, from children to the elderly. Ships worldwide. Leave your health and happiness in the hands of Dr. Mitra. Or reach us at www.mitrahealth.com. For more information or to order, please call us at area code 415-450-5044. आप कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, अपनी जिंदगी में सुकून और आराम लाएं। खूबसूरती और जवानी आपका हक है। आपकी जिंदगी के सफर में खूबसूरती और खुशहाली बांटने में डॉक्टर मित्रा ज़कारियाई हमेशा आपके साथ रहेंगे।